با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در خدمت دوست عزیزم یاور استوار هستیم، شاعر و طنزپرداز ایرانی مقیم سوئد که بسیاری از شما با آثار ایشون آشنا هست. در ابتدا دوست داشتم از اونجایی که در آستانه 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی هستیم، از دوست عزیزم یاور استوار بخوام که در این زمینه اگر سرودی داره خدمت شما عزیزان تقدیم بکنه و پس از اون بپردازیم به نگاه طنزآمیز یاور استوار به مسائل سیاسی جامعه ایران. یاور عزیز، ممنون که دعوت رادیو تلویزیون برابری رو پذیرفتید و این برنامه شرکت کردید. من سپاسگزارم که از طریق شما فرصتی شد تا با هموطنان و دوستان صحبتی داشته باشیم. در رابطه با پرسشی که یا به هر حال مطلبی که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 هست، راستش من همیشه وقتی که به این مسئله فکر میکنم اندوه جانکاهی رو حس میکنم. علتش هم مشخص، از دست دادن دوستان، از دست دادن کسانی که کاری جز یا اندیشه جز افروختن چراغ در تاریکی نداشتند، به وسیله حاکمیتی که هیچ معیاری رو در رابطه با انسانها، آزادی بیان، حق و حقوق عمومی رو به رسمیت نمیشناسه. تصور کنید در زندان ها در یک پرسش و پاسخ بسیار کوتاه احکام واقعا قرون وسطایی و وحشیانه اعلام شد. من یاد و خاطره همه زندانیان سیاسی، به ویژه اونهایی که در قتل عام 67 از دست دادیم، از همه نهله های فکری، از راست راست تا چپ چپ، در اونجا فقط دوستان هم فکر فرض کنید من یا دیگران نبودند، همه را، هر کسی دم دستشون بود را اینا بلاغم کردن. من شعری رو در این رابطه براتون میخونم به نام رستاخیز. رستاخیز تقدیم به همه این دوستانه و امیدوارم که تا حدی یاد و خاطره اونها رو ادا کرده باشیم. هر حال این هست دستاکیز. برمیخیزیم، برمیخیزیم با خروشی عصیانی در آوندهای من و افقهای روشن در ذهن، در گستراک پهنه دیدی که این بار ره به سرزمین خرد دارد. با مشتهای اوست، با مشتهای است و ستمکوب بر شقیقه بیداد و لبخندی بر لب، به آهنگ سودواری از عشق بر گوشهای منتظر این قرن، تا رهایی را چاوشانی باشیم در هزاری بیداد. برمیخیزیم سروگونه سرفراز از لال خیز سرخ، از خاوران، از هاگ‌های زنده و بیدار در زنده رودی از شعور و شکوفایی، با چراغی روشنگرای راه در دست‌های من، در شبانه تاریکی که فلاکت منشور نانوشته هستی است و گرده‌های رنج و گرده های رنج بار برانی ساکت و ناگویا در کاروان رضایت و تسلیم در برهه شقاوت و شلاق. برمیخیزیم به رستاخیزی عصیانی و واکای شوم نگفتن را، با سرانگشتانی سرخ از ذهنهای سترون این باغ خط میزنیم. برمیخیزیم و بر شاخه های ظلامت، بر کوچه های شب، چلچراغی از عشق، از رهایی، از فردا می آویزیم. برمیخیزیم
با فریادی سپید تا سپید دمان، تا خوف داس از ذهن سپیداران، تا راج دست های سحر باشد. درود و درود بر همه اونهایی که در راه آزادی جان باختند و سلام بر همه اونهایی که در راه آزادی دارن مبارزه می کنند، چه در زندان ها و چه در بیرون از زندان ها، چه در داخل میهن و چه در بیرون از میهن. درود بر تو یاور استوار با این شعر زیبا. یاور جان اگه اجازه بدی همونطور که میدونیم برگردیم به اوضاع سیاسی فعلی ایران و من میدونم که تو همیشه با نگاه تیزت اون جنبه هایی که همیشه رژیم سوژه مایه دست تو میداده، امروز یک سوژه دیگه ای رو با طرح مسئله نرمش قهرمانانه حتما به دست تو داده. میخوام نگاه خودتو به این سیاست جدید رژیم، این نرمش جدید، این چرخش جدید و این آن چیزی که به عنوان همیشه رژیم از سیاست‌های دوگانه همیشه بهره می‌برده، یک بار صحبت از جنگ امام حسین بود، حالا صلح امام حسین مطرح به نوعی حسن و سازشی که امروز با غرب می‌خواد اینو به پیش ببره. چگونه به این موضوع و به این سیاست و به این چرخش نگاه می‌کنی؟ ببینید طنز در همه جوامع و همچنین در جامعه ما همیشه وسیله‌ای بوده برای پایینی‌ها، برای اینکه بتونن به وسیله اون با اون بالایی ها رو بسوزونند. به یاد دوست از دست رفتمون منوچهر محجوبی میفتم و تعریف زیبایی که از طنز داشت. اون میگفت اون چیزی که پایینی ها رو آب زلالی، آب خنکی است بر درد پایینی ها و زخم پایینی ها و نیش خنجری است بر بالا دست ها. طنز طبعا با لطیفه و مزاح و شوخی تا حد زیادی فرق داره. چرا؟ چون فشرده درد اجتماعیه که به زبانی بیان میشه که ملت در این حال که درد خودشون رو بیان کردن اون رو به عنوان پرچمی از مبارزه دست میگیرن. در هر حال نقش طنز در همه جوامع زیباست، اما در بیشتر وقتها طنزها جنبه ملی پیدا میکنه. مثلا اون چیزی که ما در ایران ممکنه باهاش بخندیم، باهاش خودمون رو مسلح کنیم برای فردای بهتر، برای حرکت مثبت‌تر، ممکنه در جامعه دیگه‌ای به اون شکل اون کاربرد رو نداشته باشه. به همین خاطر طنزها برخواسته از خود اون جوامع هست. اما در رابطه اون چیزی که شما گفتید و به درستی اشاره کردید، بالا و پایین زدن هاییه که انگار وقتی که از ما بهتران حکومت جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی میخواد خودشو به اصطلاح انطباق بده با شرایط، یه مرتبه یک چرخش 180 درجه میکنه. همون جام زهری که امام راحل نوشجان کردن، اینک به شکل دیگه ای، اسمش هم عوض شده ولی محتواش همونه. یعنی چرخش نرمش قهرمانانه، همون چرخش 180 درجه ای که اونجا صحبتش میکنه. این که پس پرده چه بود احتمالاً در آینده روشن خواهد شد، ولی ما میتونیم بر مبنای اون چیزی که امروز میبینیم، حرکت هایی که امروز شاهدش هستیم، متوجه بشیم که انگار سنبه پرزور اومده. من در همین رابطه یاد یه موضوعی افتادم. روزی روزگاری اگه یادتون باشه هاشم آجری استاد دانشگاه به عنوان مرتد شناخته و محکوم به اعدام شد، اما فشار دانشجویان و مبارزات مردم باعث شد که عملا حکومت تن به این بده که حکم رو لغو کنه. اون موقع من غزلی نوشته بودم به نام سنبه. همین رو فکر کنم زبان امروز ما هم میتونه باشه. من این رو براتون میخونم، البته با این قید که یک بیت امروز بهش اضافه کردم که به نظرم میرسه که
پشت اون چرخش میتونه همین بیت آخری ما هم باشه. حالا اگه اجازه بدید ما با همه رو گوش میکنیم. سنبه گر پرزور گردد شیخ نا جا میزند. سنبه گر پرزور گردد شیخ نا جا میزند، در پی سوراخ موشی سر به هر جا میزند. از سریر عرش علا می خزد تا زیر فرش، پشت پا بر دنبه آخوند ملا می زند. یا رود در چاله همسان صدام لعیم، یا چو روباهی گریزان سر به صحرا می زند. می کند عمامه‌اش را، می تراشد ریش و پشم، طفلکی در جمع آدم ها خودش جا می زند. خلق چون برخیزد و آهنگ سالاری کند، مهر خود بر تارک امروز و فردا میزند. سنبه امروز رستاخیز و شور توده هاست، گرچه این روباه رنگین راه هاشا میزند. گر بکوبد خلق محکم کله این اژدها، مار و کژدم در رود افعی به معوا میزند. رقص می باید کنون ملا به ساز و به ساز مردمان، غربیا این بار چون آهنگ چاچا می زند. گر فرو افتد ز بام کر و فرش این ولی، هر ولی دیگری هم بی گمان جا می زند. جام زهر مار را یک روز آقا سر کشید، جام زهر مار را یک روز آقا سر کشید، این ولی هم بی گمان یک روز بالا می زند. سازن امروز شیطان است در گوش ولی، سیلی عبرت ببین محکم او با ما می زند. سازن امروز شیطان است در گوش ولی، سیلی عبرت ببین محکم او با ما می زند. به هر حال این هم اشاره‌ای به اون چیزیه که امروز در جامعه ما صورت میگیره، یعنی چرخشی یک باره و تقریبا میشه گفت غیر منتظره. در همین رابطه من فکر کردم که خواهلاتی این صحبت داریم میکنیم، دو تا ربایی هم در همین رابطه سروده شده، من براتون بخونم. هان نرمش قهرمانیت را قربان، هان نرمش قهرمانیت را قربان، اون پنبه پهلوانیت را قربان. در عهد شباب خار و مفلس بودی، ای آخ همون جوانیت را قربان. نرمایش تو شبیه اون جام نبود، اون جام امام خورده بر بام نبود. روباه به دام مانده را میمانی، نرم آمدنت حاصل این دام نبود. امیدوارم که به هر حال همین جام زهری که این بار به شکل نرمش قهرمانانه نوش جان شده به وسیله ولی فقیه، بتونه گشایشی باشه در رابطه با زندگی مردم ایران. البته یا جناب، از اونجایی که من میدونم تو یک نگاه چند جانبه به موضوع داری همیشه، حالا نگاهت به رژیم بود و سیاست‌های رژیم و اینها، ولی اون بر قضیه هم یک طرف مذاکره هم از خود این کشورهای امپریالیستی آمریکا اینها. تا دیروز اینا سیاستشون در تحمیل فشار و این تحریم‌ها و حتی مسئله جنگ اینها مطرح بود، ولی به نظر میاد که علی‌رغم همه این مسائل‌های بنیادگرایی در منطقه، نمیدونم مسئله تروریسم، مسئله هسته‌ای فلان اینها، الان اینها خود اونها مایل هستن که به یک سازش و توافقی دست پیدا کنن. حالا خب به اون برای جبهه چه نگاهی دارید؟ ببین طبیعی است، یعنی این مسئله که شما دارید میگید واقعیت داره. واقعیت اینه که اون برای قضیه هم در منطقه‌ای که ما هستیم، در منطقه خاورمیانه، دنبال این میگرده که هر جوری هست تضمین کنه مسئله انرژی که خفته در زیر زمین های ماست.
برای همین تو این سالها با رفتار و روابطی که داشت و همچنین کمکگیری کمک به همدیگه از طریق امپریالیست ها به طور عام و عمدتاً امپریالیسم آمریکا بر مبنای زور به این نتیجه میخواست برسه که تضمین کنه منافع خودش رو. اما امروز متوجه این قضیه هست که بنیادگرایی که بعد از انقلاب ایران اندک اندک و پاباز کردن خمینی و رژیم ولایت فقیه برای صدور انقلاب در جوامع اطراف رخ داد تا حدی شیرازه این امنیت رو از هم گسیخته. مثلا با وجودی که خود طالبان و مثلا القاعده دست ساخت خود امپریالیست بود، اما امروز متوجه میشن که تقریبا غیر قابل مهاره. کاری که الان در کنیا صورت گرفت، چون همین امروز اون ماجرا پایان پیدا کرد به چه شکل خونین و وحشتناکی، یا اون چیزی که در آمریکا 11 سپتامبر صورت گرفت، یا مسائلی از این دست، یا اون چیزی که در سوریه در حال شکل گیری است. رژیم سوریه یک رژیم دیکتاتور و در عین حال ضد مردمی است، اما در مقابل اون گروهی که صف کشیدن روبروش به مراتب از خودمون بدتر. ارتجاعی، کسانی که به راحتی داستان جگرخواری رو در اسلام دوباره زنده میکنن که میگن هند اومد جگر فلان کس رو کند و خورد، چون هم در تلویزیون های اینها به راحتی میتونید پیدا کنید، یا سربریدن ها، اعدام یک باره. مثل من کلیپی رو دیدم که گروهی از همین القاعده ای ها، تکفیری ها در سوریه راننده هایی را گرفته بودن، ازشون میپرسن که تو سنی یا شیعه، و همین کافی بود که تو یکی از این جواب های بدی که به زمین ها خوش نیاد و بعد همه اینا رو به رگبار میبزن. خب حالا غرب بعد از جریان سوریه که پیش اومد متوجه شد که، یا به این نتیجه رسیده که آقا جبهه ارتجاعی اونوری که شامل روسیه و چین و جمهوری اسلامی است میتونه قوی و خطرناک باشه، باید این اتحاد اونوری اصلا گسیخته بشه. به همین نظر، به همین خاطر من فکر میکنم که یکی از جاهای امتیازدهی به جمهوری اسلامی از ناحیه امپریالیست ها اینه که میخوان این اتحاد به اون شکل عمقی شکل نگیره و ایران از این چارچوبه جدا بشه. چرا؟ یک، ایران در خود در مرکز جریان قرار داره، یعنی در خاورمیانه ای که طبق برآوردهای خود اینها ذخایر انرژیش طولانی تر از تمام مناطق جهان خواهد بود. یک. دوم اینکه کسی که در خاورمیانه تسلط داشته باشه عملا میتونه زورگوییشو به کشورهای دیگه امپریالیستایی مثل روسیه و زیاده خواهانی مثل چین را هم گسترش بده، و این مسئله باعث میشه که به نظر میرسه اینا توی معادلاتشون به این نتیجه رسیدن که با شل کردن گلوی حاکمیت ایران که گرفته بودن و احتمالاً پیدا کردن سرنخ‌هایی برای اعمال فشار. مثلا من شخصه معتقدم که اصلا اظهارات رفسنجانی در رابطه با مسئله سوریه یکی از همین سرنخ‌هاییست که احتمالاً میتونه حاکمیت رو مجبور کرده باشه به عقب نشینی از یک سو، از طرف دیگر اعمال قدرت هم امپریالیست ها در این رابطه. حالا سوریه داری به این جبهه تنیم اما بخونیم نرفته با سیاست های امپریالیستی در منطقه؟ من داشتنش دارم ولی فکر نکنم با خودم داشته باشم. اگر نه که من به موضوع دیگه، نه بریم به موضوع دیگه. من مشخصا این رو میگم که مثلا حالا برای دوستان اگر که خواستن دنبال قضیه برن، من یه شعری دارم به نام مناظره در رابطه با زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و صدام ساقط شد. من یه سری سروده داشتم
سروده هایی که به نظرم میرسه امروز هم کاربرد داره. از جمله اینها یکیش هست به نام مناظره. مناظره تصویر اینه، البته متاسفانه خب همراه ندارم حافظه هم که بعد از 50 سال معمولا حافظه یواش یواش فاتحش رو خونده است. در هر حال توی مناظره اینطوریه که یک شما مجسم کنید یک جوان عراقی روی یه تانک نشست، یک جوان عراقی در خیابون داره میره و روبروش یک تانک آمریکایی در حال عبوره و یک تانکچی یا سرباز آمریکایی اون بالا نشسته، میگه آقا تو با این گیس و سر گیس طلایی تو اومدی اینجا چه کاره ای؟ میگه که خفه شو، ولی منظور اینه که من اومدم اینجا کشور تو رو بسازم. میگه بابا کشور من میخواد بسازی؟ با تعجب میگه، میگه آره. میگه اگه میخواد بسازی چرا داری خراب میکنی؟ طرف جواب میده که اگه من خراب نکنم که بعد نمیتونم بسازم، من بعد اول خراب بکنم که بعد برات بسازم. دقیقا همون موضوع سر امروز جهان وجود داره و میشه بهش تعمیم داد. یا مثلا یه مرتبه روزنامه ها نوشتن آقا این مجسمه حمورابی، قانون حمورابی از چیز دزدیده شده، از موزه مرکزی عراق بغداد. آقا گفتن این کی دزدیده؟ خب معلومه بوش دزدیده، ممکنه خودش نذاشته باشه توی چیزش، ولی اولین جایی که در موقع اشغال عراق مورد تهاجم قرار گرفت موزه های عراق بود و از پیش برنامه ریزی شده، یعنی گروه های اونجا آماده بودن که این کار بکنن. ردیابی اینها کاملا مشخصه که غیر از اینها کسی دیگه این کار رو نمی کنه. یا مثلا توی یکی دیگه از همین مناظره های شهر ها متاسفانه خب هم احتمال من احتمال می دادم که این برنامه ها ممکنه بشه در جای دیگه منتشرش کرد و با خودم ندارم، ولی به نظرم جالب میاد که همه اینها برنامه روز اینجاست. یک روز اینا گفتن انا شریک، وقتی که عراق زدن اروپایی ها اومدن گفتن ما رو شریک کن، گفتن که انا شریک، ما رو شریک کن. آقا تو چی شریکت کنم؟ آمریکا جواب داد که آقا فقط تونی بلر. چرا؟ چون موشک های کروز رو من زدم و تونی بلرم برای من دست زده، ولی شما چه کار کردید که حالا سهم میخواید؟ واقعیت هم اینه که اینها دنبال سهم در همونجا هستن، کما اینکه در چاهای عراق رو باز کردن به سوی منافع آمریکا داره پیش میره. بیرون قضیه اینه که از نظر سیاسی عراق رو دادن تحویل مالکی که خودش دست نشونده ایرانه. این چیز دیگه ای نیست جز این که بخوان کارد را در زخم خاورمیانه نگه دارن، بدبختی، فشار، مشکلات باشه برای اون مردم که نتونه فکر کنه برای آزادی خودش. گرفتاری نان، آقا برنامه فاجعه باری که 8 سال رئیس جمهور که خیلی به نظریات آقای خامنه ای نزدیک بود ورداشت، باعث شد که با ندانم کاری بیانات واقعا سطح پایینی که بعید از یک رهبر یا رئیس جمهوری کشور 80 میلیون نفری در مجامع بین المللی باعث شد که افکار عمومی به شدت علیه ایران برگرده. افکار عمومی که برگشت فقط افکار عمومی مردم عادی نبود، حتی حکومت ها. ما در خود سوئد باور کنید، در سوئدی که زندگی میکنیم زمانی که اومده بودیم سوئد مردم جنس اسرائیلی نمیخریدن، میگفتن اینا دارن به فلسطینی ها زور میگن. امروز روز مردم به فلسطینی ها دارن فوش میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها بد دفاع کردن از فلسطینی ها، اونها را به عنوان آدم های تروریستی به جهان معرفی کردن، در حالی که مبارزات مردم فلسطین برای داشتن یک کشور هم حقشونه هم برحقه. ضمن این که
این به معنی رد حقوق مردم یهود نیست. یعنی ما باید به این نتیجه برسیم که مردم جهان با هم اختلافی ندارن. همونجور که ما برای فلسطینی ها، یعنی من به نظرم همینجور که برای فلسطینی ها یک کشور مستقل و زندگی در صلح آرزو دارم و حقشون میدونم، برای مردم یهود هم میدونم. ولی آیا بودن حاکمیتی در اسرائیل که عملاً برای نگه داشتن یا زنده نگه داشتن کوره نفاق در منطقه است میتونه؟ این غیر از حفظ منافع غرب چیز دیگه ای نیست. ممنون یا برسان جان، فرصت برنامه ما کوتاست. من دوست داشتم که در بخش پایانش، پایانی این برنامه تو اشعاری رو برای ما بخونی و ما از اون بهره ببریم. حتما من این کار رو میکنم. من بخشی از یک شعر بلند به نام رستاخی، به نام سمرقند میکنم. البته این شعر بلندی است، ولی من همه اون رو الان نمیتونم بخونم به دلیل ضیق وقت، ولی بخش هایی از این رو من میخونمش. حالا به من همین جور که گفتم، اسم این شعر سمرقند هست و من سه برش از این شعر رو براتون میخونم. نگاهی تاریخی انسانی به منطقه است به طور عام و ایران به طور خاص. آمو دریا را گداری نه، تا پایابه های تمومچین را سکوی گذاری باشد تا این سوی، که سمرقند هزارهاست دیده سرشک نپالوده است. به باران ای ابر ای مادر زمین، بر دشت های تفسده و سوزان، تا داغ واپسین جگرگاهت به خونکای نسیم گون که از ناسور آهی شبانه برمیخیزد، تسلایی باشد بر داغ جگرگوشگانت که به شعله شمشیری خاکستر شدند. وحشت وزید از آن دم که موریانه ها بر تاغ تیزفون، دندانه های طلا و طلایی نه بل دندان مردگان را به شمارش باز نشستند، تا مردریگ خیانت دروازه های تسلیم را بر وحنی هزار هزار ساله و شقاوتی ابدی بگشاید. جنایت تو اترار که خواب دفیله خون و روح قبیله وحشت را آشفت، تنها بهانه تلخی بود همسنگ اون گلوله ناهنگام در بخت زمهریری بالکان تا ازدهام جنون و جنایت. سمرقند ایمام پیر گریه های شبانگاهی، مباد پلک خفته دروازه های خوابت را دوباره به ترفند کرشمی بگشایی، که میهن دیریست سرود زیبایش را از یاد برده است و نمیخواند. وا فریادا از عشق، وا فریادا، چشمم به یکی طرف نگار افتادا، گر داد من شکسته دادا ورنم من و عشق هرچ بادا، که در خرابه های نسا و نشابور ظلمت به اقتدار شوم دست براهیخت، تا نامک گجستک خود را بر صحیفه‌ای بنگارد که از نایناک بیغولهی متعفن فراز می آمد، تا جهانی را با گند دیر پای خیش بیالاید. درود بر تو یاور استوار، ممنون که در این برنامه شرکت کردیم. امیدواریم در برنامه های آتی تلویزیون برابری بتونیم حضور مستمر شما را داشته باشیم. زنده باد. منم سپاسگزارم هم از شما و هم از شنوندگان یا دید بینندگانی که مرا تحمل کردن. من فرصتی باشه چشم در خدمت شما و رادیو تلویزیون برابری خواهم بود.